گسترش ویروس کرونا در افغانستان با یک عالم تصورات جدید و عجیب. معلومات درست را از دروغ چگونه تفکیک کنیم؟ ستاسو په چم گاوند که در کرونا ویروس په اړه ناسم باورونه او اندیښنې څه دي؟ او روغتیا پالان دغو ګنګوسو ته څه ځوابونه لري؟ سلامونه، ستړي مشي آزاد جرګې ته ښه راغلئ. زه شازیه هدیایم. دا جرګه د بی بی سی له نورو جرګو نه توپیر لري. په دې جرګه کې ګډونوال نه لرو، خو د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلکو خپلې پوښتنې او انګیرنې موږ ته رالیږلې دي. ساختار برنامه ما با حفظ توصیه های وزارت صحت عامه با ویژه مرتبا شستن دستان و فاصله میان افراد ترتیب داده شده است. قاضی نظیر حنفی عضو پارلمان افغانستان و دکتر ذبیح‌الله عزیزی رئیس پانزه طب نظامی و متخصص امراض انتانی در شفخانه سردار محمد داود خان مهمانان برنامه ما هستند. خوش آمدین به برنامه. جرگه را با پرسش یک تن از اشتراک کننده ما آغاز میکنیم. زمان نمره پیولاری تخلص مرخبادی در روزگان ولایت وسیدون که زمان نظر در کرونا پاره داری چی مسلمانانی در کرونا سخه نبیریجی زکر چی کرونا داری او دست ناروغی در مشتی پا کرونا شریف کراغلی دی خدای پاکوایی پا خیر زمانه که با دست عذابون راست چی پر کپارو با پر دیر تکلیف تیریجی او پر مسلمانان با در زکان پا شکل تیریجی هم ده کرونا دا دکه وست چی مشتی بینو پا نوری که تقریبا پا چلور ساتو که ما پا امریکا که ولی در تلویزیون که شکاره که چی وویش سو کسان پا چلور ساتو که مرکلی ولا او په مسلمانانو یوادو کې دون نه جمله سوی نو کرونا چې ده دا د مسلمانانو باندې په دې شکل باندې چریږي او په کبار به په ډیر تکلیف چریږي. بله، حنفی صاحب سوال بود در مورد از اینکه مسلمانان با ویروس کرونا مبتلا نمیشوند، حالا که اگر ارقام ببینیم واقعیت ویروس کرونا در تمام کشورهای جهان تقریبا پخش شده. جواب شما به رفیولا از اروزگان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمع حاضر و عزیز اروزگانی ما و اتباع کشور و امت اسلامی و انسانی، السلام علیکم و رحمت الله و السلام علی من اتبع الهدى. ما در کتب حدیث داریم که یکی از علامات قیامت چیزی است که کره زمین مثل یک خانه میشه و این مردم در یک خانه در یک آتش میسوزند و امراض بین کفار از طریق مسام‌های مختلف غیر از گوش و بینی و حلق و یا و انسان مسلمان ها را از طریق زکام میگیره. آیا یکی زکام میگیره؟ یک به گفته پیامبر عزیز ما هم اخبار غیب است نسبت به آینده را که رب العزت برش خبر داده که بشریت و امتش میشه. حالا چطور شده یک خانه؟ اینمی بحث های امروزی که صوتی و تصویری کره زمین آنچه در یک گوشی دنیا میشه عمود یک گوشی دنیا دیگه میبینه. این گفته پیامبر ما صادق آمده صلوات الله علیه که مثل یک خانه است. بله، و در راستایی که این مصیبت است که مصیبت است و مثل یک آتش میسوزن و همین یک آتشی است که امروز ما با او دست و پنجه نرم میکنیم. آنچه را که طب در راستا وظیفه میده در مجموع در مسائل طبی مفتی دکترای متخصص و حاضقن. دخترم امروز آمد گفت بابا مریضم، تالش گرفتن عمل کردن. گفتم اگر برید تو طبی متخصصید که اونجا مراجعه داری اجازه در روزه بخور و اگر ندنه در این راستا فتوا از اهل فتوا از در طب است. بله حنفی صاحب، پس بر میگردیم تناب سوی تفاهم سوی تفاهم از گپ ها نشه. از اروزگان اشتراک کننده ما ادعا می کرد که گویا گفته میشه که ویروس کرونا سر مسلمانان بسیار با آسانی تیر میشه، یه البته تنها به خاطر کفار است. تنها میخواستم که نمی موضوع را شما واضح بسازین. جمع صحبت است که بله کرونا ساریست و در راستا فصول اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، اهل ذکر اینجا اهل طب است. طب که میگه این ساری است و فر من الجزان فرارک من الاسد، از مرض بنخورگی فرار کنین مثل که از شیر فرار میکنین. اما اصل گبی که آیا این ساری است؟ بله ساری است و کشنده هم کشنده است، خونی ده تشخیص شده.
چیزایی که ملموس است و مشهود است نمیشه که ایره. اصل گپشان گرفتن خوب است، اما او بخش دیگه که ساریسانی است اینو متوجه نبودن. بله ساری است و کشنده است، ما باید آنچه را دکترای مادری راستا نظر میدن اطاعت کنیم و می است که در حرمین شریفین مردم در خود غلط نماز در حرمین شریفین قبله مسلمان ها و محبت وای اونجا عالم نمازشان فاصله است و گرمی خوانند و کار مشخص. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. قسمی که سازمان صحی جهان هم میگوید واقعیت ویروس کرونا در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ثبت شده و تایید شده و کرونا در مقابل انسان ها تبعیض را نمیشناسه و تبعیض نداره. حال فهمیدن در کردن همین موضوع چقدر مهم است که یک مرضی است که از یک نفر به نفر دیگر سرایت میکند و هیچ انسانی در مقابل این مرض معافیت ندارند. با تشکر از سوال شما و عرض سلام به همه، واقعیت همین است که ارقام جهانی رو که آدم میبینه که مرض مسلمان غیر مسلمان دین قوم مذهب نمیشناسه. در یک تعداد کشورها کمی ناوقت‌تر شروع شده و قرار است ارقام بلندتر بره، هم وقات مرض و هم وقات متاسفانه مرگ ناشی از مرض، مخصوصا به حوزه که مسلمان ها در حوزه زندگی میکنه این ویروس کمی ناوقت‌تر رسیده. این به این معنی نیست که مسلمان ها در مقابل ازی مسئول هستن. لطف خداوند گپ جداگانه است، رحم خدا گپ جداگانه است که در کجا سرکی در کدام زمان رحم داره گپ جداگانه، ولی با این گپ نمیشه که موافقه کرد که مسلمان ها گویا مسئول هستن و این مرض برای کفار است. به اساس ارقامی که وجود داره با این طرز فکر موافق بوده نمیتونیم. بله سراغ سوال دیگر میرویم. سلام خدمت مهمانان پنل، جمیل کریمی هستم، باشنده ولایت غور. بعض شایعاتی که در مورد ویروس کرونا در ولایت غور بین مردم هسته، مانند تراشیدن سر، خوردن چای سیاه، حنا کردن دست ها، و متاسفانه بعضی از عالمان دین به این باورند که کرونا مسلمان ها را نمیگیره. سوال ما در این مورد که است که وقتی که این شایعات بین مردم به وجود آمده آیا این شایعات واقعیت داره یا نه؟ سوال دیگر را میگیریم. امین الحق محل نورستان و رئیس سخه. که څنګه چې کورونا په افغانستان کې پرمختګ په حال کې ده، نو دلته په نورستان کې خلک د داسې ناروغیو د مخنیوي لپاره له شمکې څخه استفاده کوي. شمکه په اصل کې هغه طریق بوټی ده چې په غرونو کې کیږي او خلک د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هم ترې استفاده کوي. نو د آزادې جرګې د مېلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې آیا شمکه او داسې نور طبیعي بوټي به د کرونا او دې ته ورته ناروغیو په مخنیوي کې موثر وي که نه؟ تشکر. هر دو سوالا به هر دو مهمانای عزیز مراجع شده، اما دکتر صاحب به شما برمیگردم. حنفی صاحب، شاید در مورد ویروس کرونا خیلی زیاد است، اما اگر فکر شوه اگر ملا امامان از حوال وقتی که در افغانستان همی ویروس آمد و سرایت پیدا کرد در مورد آگاهی دهی مردم به جدیت کار میکردن، فکر نمیکردن که حالا شاید همین قدر که شاید آل زیاد است و شاید در او وقت زیاد نمی بود؟ اگر برادری در یک جای گپ رزده که حنا و چای سیاه و یا تاثیر داری، گپ علمی نیست، گپ از یک منبر نیست، گپ از یک دایی دعوتگر نیست. در بین های مردم گپ زدن، من هم خانه ششته بودم که زنگ زد کریمی تفلک نو تولد شده، ای به گپ نیامده، گفته چای سیاه بخوریم. من گفتم مردم او ایجاز حضرت عیسی علیه السلام نیست که تفلیت گپ بزنه و یک دایی بزرگ گپ بزنه. ما آدم ها داریم، دکترها داریم، طب داریم. یس بنان کلمی حنا و چای سیاه و ای گپا یک گپ است که شما گفتیم شایعات است. خوب است در مورد آگاهی دهی مردم وظیفه ملا امامان، اگر به خاطر که اگر در این قسمت خوب آگاهی دهی از طرف ملا امامان میشد شاید امی شایعات امروز نمی بود. نه او را که تقصیر ندانین که شاید علمای کار نکرده باشن، ما از ناشنیدنشان که نشنیدیم نیست که نکردن. بیشتر منابع را حالا از طریق تلویزیون ها پخش میشه، حالا خو واتساپ است و پای فیسبوک است و این معاملات بخش های مجازی دنیا را گرفته. آنچه را که در روز اول آمد گفتن که شما خود به وحشت نیندازین،
ایجاد تشویش نکنین. این رئیس کل خود به یک مرگ و میر نیندازین که باید هم دکتر سایوا هم ما همه کسی مردم را بگه. اما سر مسئله که شما احتیاط خود داشته باشین و در نمازهای جمعه با فاصله ایستاد شیم و در این حال در مجمع مجامع عمومی شرکت نکنین، نرین. خودی درمی از حیراتی که ما هستم فاتحه استاد بزرگ ما جناب مولوی صاحب صمیم که قریب 100 سال بودن فوت شدن، فاتحه نگرفتن و در مجلس نماز جنازه بزرگوار هم دوستایی که بودن در صفات مجازی پخش شده یعنی حالت مسئله حفظ تنفس و مسائل مراعات کرده بودن. و در خرقه مبارک یکی از مساجد بزرگ شهر هرات است که خرقه رسول خدا صلوات الله علیه اینجا است، همه مردم نماز میخواندن با فاصله یک متر و امام این توصیه را داشت و حتی خطیب طریق مسجد شد گفت که برادرایی که شما عدسه میزنین و مریضین و یک گپا دارین، شما اگر میایین به نماز جمعه پیش از اینکه ثواب کنیم گناه میکنین. تشکر دکتر صاحب. جمیلی لغورنه امین الحق لنورستان سره ورته پوښتنې درلودی د بوټو په اړه چې د دغو بوټو خوړل یا استفاده کول د کسپیلنی چې دا یا امین الحق د یو بل بوټي نوم واخیسته چې دا به د طب له مخې هغه د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې څه مرسته او تر ټولو نه جالبه دا وه چې د نکروزو خبره هم وه. هغه څه چې ویل کېږي د اول دغه د سر خریل یا د تور چای څکل یا د نکریزو استفاده، په تاسف سره ټول دغه شیان د نگرانۍ او د ترس له وجې ستا په ټول د تاریخ کې هم داسې خبرې ډېرې واقع شوي دي. او یو شی چې زموږ تاسو په اجتماع کې هم له ډېره مخکې د هغه د مسایلو یا د غذایي موادو یا د بعضې حالاتو په یو نوی اعتبار ورکوي یا یو نوی عقیده است چې بعضشان ساړه دي بعضشان تاوده دي. ساړه په څه رقم تحصیل لري تاوده څه رقم. او ډاکټر صاحب یو بله شاید دا وه چې د کرونا ویروس ساړه تبه لري، نو دې لپاره هغه خوراکونه چې ګرم یا وچه میوه لکه بادام دا شیان چې ګرم خاصیت لري هغه باید وخوړل سي. دا هم یو شایه وه. زه عرض کوم دغه موږ ډېر اورو داسې شیان چې دغه سوړ طبیعت لري، دا ګرم طبیعت لري، دا دې لپاره ښه ده. دا دې لپاره په عصري طب کې نن طب کې دغه عقیده باندې ډېر اعتماد نشته، یعنې ګرم سر ډېر مطرح بس نه ده. د هغه لپاره د ښه ویروس د تنفسي لارې نه انتقالېږي، ششونه معوفوي، سږي معوفوي. دلته نو که چیرې پلاس نکریزې وي نه پوهېږم څومره ګټه به وکړي دا کار ته. اما د چای په هکله بعضې شیان شاید خلکو یو نیم کلیپونه لیدلي، بعضې معلوماتونه یې پیدا کړي وي. څه خبرې شته خو ډېر د دې هغه تودوالی ډېر مطرح بحث ده، لکه هر بله مایع چې توده وي ګرم مایعات وي ډېر خاطر چې پاکوونکی ده هغه تحصیل لري. د هغه څنګ کې بعضې نور شاید خلک اورېدلي وي چې یو مقدار تنفسي لارې د نلونه هوایي نلونه یو مقدار واضحي د دې په هکله هم سوالونه شته بحثونه شته. ولې په هر صورت تور چای دومره ډیر دغه افیکټ نه لري، دا تاثیر نه لري زده نلکه واځي کی دغه ترڅنګ بل شي چې وړم وای مګه دا چې د بوټو استفاده کول لکه شمکه د زمونږ رول نه ستنه وي او سپیلانه کورونو کې ډیر دودیږي. سپیلانه ویل په دې کې شک نشته چې عصري طبابت د بدوی یا یونانی طبابت او بلاخره د تاریخ زیږنده ده، کره کره انکشاف کړی او تر دې ځایه پورې رسېدلی دی. وګورئ کننۍ دواګانې هم دي، دا دواګانې ښه یا له بوټو جوړېږي یا له معدني موادو نه جوړېږي یا حتی له ژوندي موجوداتو نه اخیستل کېږي. په دې کې شک نشته چې دا منشي دي، اما د هر دوا لپاره باید موږ قوي شواهد ولرو، قوي مدارک ولرو. دغه دوا په کوم میکانیزم په کوم ډول باندې په فلان مرض باندې په دغه مرضی باندې اثر لري او هغه په کوم مقدار باندې د خپل اثر. بله ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. څنګه چې نفی صاحب د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي دي داسې هیڅ شواهد نشته چې د نکروزو استعمال د سپیلنی دودول د نورو بوټو استعمال د سرونو خریال دا د کرونا ویروس د درملنې او یا هم د وقایې په برخه کې ګټور تمام سي، یعنی دا شیان ګټور نه تمامیږي. بل څه غواړم اضافه کړم، هغه دا دی چې د دغه شی چې شمکه یې زه نه پوهېږم شاید هم کاسنی ته وایي دوی
د دې پاکل زموږ تاسې جامعه کې یو څه تجربه سته، خو بدبختانه زه خپل شخصا ډیر کله مخامخ سویم چې د دغه بوټي وژونکي تاثیرات په دې مریضي کې، نه البته نور ځایو کې چې دوی په ملاریا کې استعمالوي یا چیرته، د دې وژونکي تاثیرات سته. او د هغه لپاره په مجموع کې راځئ هغه عدتونه ومنو، هغه دواګانې ومنو چې هغه ثابت دي او منل سوي وي، او نه داسې د کور کلي محدودې تجربې په عام خلکو باندې تطبیق کړو چې مطمئن یم چې له ګټې نه به یې زیان ډېر زیات. زیان به یې ډېر ډېره زیاته مننه. بلې پوښتنې ته ورځو. نذیر ایوبی هستم، از فعالای اجتماعی در ولایت هرات. اخیرا با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان در ولایت هرات برخی شایعات مبنی بر خوردن برخی گیاهان و یا داروها به خاطر بهبود یافتن کرونا هم منتشر شده، از جمله سیادانه هست که میگن سیادانه استفاده کنین خیلی مفیده، و یا هم زرقیات و یا تابلت های برای بیماری مالاریا، و برخی جوان هم اعتقاد دارن که مشروبات الکلی غیر مجاز که در هرات تولید میشه، به صورت غیر مجاز تولید میشه، میگن اونا را استفاده کنه خیلی خوبه. از مهمانای برنامه خواهش دارم که در مورد از این توضیحات بدن که چقدر این موضوعات دارای صحت است یا خیر. تشکر دکتر صاحب، این سوالم با شما راجع شد. بدون تجویز دکتر استفاده از آنتی بیوتیکا و یا هم داروی ضد ملاریا کلوریکین بالخصوص، آیا در پیشگیری ویروس کرونا یا وقایع آن کمک عدم میتونه؟ هیچ گیاهی تا اون ثابت نشده که این مریضی رو کنترل میکنه. کم اضافه میسازم که چند کشور دنیا بسیار معروف هستند در تابت یونانی خود، که از جمله کشور چین یکی از کشورهایی است که تابت بسیار قدیمی یونانی داره. اونا هم نتونستن پیدا کنند در تابت خودشان، در تابت سنتیشان، چیزی را که مؤثر باشه برای این مریضی. یک موضوع. موضوع دیگر که مطرح ساختن استفاده از دوای ملاریا است. از اینکه ویروس زمانی که شیوع پیدا کرد و شناخته شد، هنوز در مقابلش دوا و واکسین و یپا وجود نداشت. در تبابت هم دست زدن به تجارب قبلی که در بین یعنی در متون طبی وجود داشت یا در ادبیات طبی وجود داشت، زیاد چیزا را تست کردن، استفاده کردن از ایش، من جمله دوای زیاد ضد ویروسی که به اهداف دیگه ساخته شده بود مورد استفاده قرار گرفت، و دوای ملاریا که از خود تاثیرات خاص داشت و یک امیدواری برش وجود داشت. حداقل دو مطالعه که صورت گرفت، یکی در کشور چین و دیگر در کشور فرانسه مطالعه صورت گرفت که به اساس همین ارقام از اینا خب در تبابت هم متوسل شدن به استفاده از کلوروکین. اما این شواهد خیلی خیلی قوی نبود. چرا؟ اما تعداد مردمی را که ایره سر استفاده کردن تعدادش کم بوده، مثلا در فرانسه 30 چند نفر سر استفاده شده. به هر صورت در جای دیگه هم تجربه شد. تجویزهای هم از در کشورهای مختلف ارتباط کلوروکین وجود داره، من جمله هندوستان و جای دیگه. اما به هر صورت مطالعات نو نشان میده که کلوروکین دوای نیست سرش اعتماد شده. حتی میگن مرگ و میر کسایی که کلوروکین برش استفاده شده نظر به کسایی که کلوروکین نگرفته بیشتر است. بله. و اما فقط با جمله کوتاه گفته میتونیم که هنوز هم تعداد زیادی از دوایی که فکر میشه به ارتباط از این مریضی مؤثر باشه تحت تحقیق قرار داره. ایجاب زیره میکنه که تحقیقات بسیار وسیع اما جانبه در چندین مرکز. بله. که مردم دونجا به شکل انتخابی باید برش انتخاب شده باشه که در تابت برش RCT میگن، به اساس او تو شواهد باید ثابت شوه. در غیر از او این معلومات معلومات است قابل که هر روز قابل تغییر است و تغییر میاد. دکتر صاحب اگر کوتا در مورد مصرف الکل هم بگیم. در مورد الکل و سایر مواد نشاور که متاسفانه به ارتباط از هم شواهد وجود داره، ببینین هیچ ماده نشاوری، چی الکول است و چی مواد نشاور دیگه، مفیدیتش ده هیچ زمان ثابت نشده. هر کدام از یا مضرت خواهد داره. و مخصوصا گپ کلانی است که همونطور که کل ما میفهمیم که مریضی تداوی خاص نداره، وقایی از این مطری بحث است. مشروبات الکولی و سایر مواد نشاور اکثرا در مجلس سازش استفاده میشه و صاحب ازی میشه که
نشه یک بیفکری رو به وجود بیاره، شعور رو زائل بسازه، و وقتی که خو اجتماع وجود داشت و شعور زائل بود، به این معنی است که سلوک ما تغییر میافه، یک اعتماد کاذب پیدا میکنیم و اعمال از ما سر میزنه که خود به خود ما را به خطر مواجه میسازه و به این صورت نشواید وجود داره و نمفید است. برعکس الکل و سایر نشباب سر عضلات‌های بسیار بسیار عمده ما، مثلا الکل سر جگر تاثیرات فوق العاده توکسیک خراب داره و این ریسک مرض بالا میبره، به واسه که ما فکر کنیم که پایین شاید میاد. ډیر زیات مننه حنفی صاحب که ستاسو اجازه وی او بلې پوښتنې ته ورځو، بیا باسته دوام ورکو. درود بر همه. امید که از گزند روزگار و بیماری کرونا و یا کووید 19 در امان باشید. خب سوال ما ای است که چرا بیشتر مردم افغانستان از قرنطینه اراز دارند و دلیل فرار بیماران از بیمارستان ها چی است؟ تشکر. حنفی صاحب، وقتی که تشویش و دلخورگی با وجود میاد، مردم با مشکلات روانی هم سر دچار میشن. حال موضوعی است که مردم در قرنطینه هستند، چطور میشه که از ایشایات و باورهای نادرست خود را در امان نگه داریم و با مشکلات روانی در خانه مواجه نشیم؟ این سوالی که شد ای دیگه بیشتر میرسانه که خود بخش وزارت صحت در مجموع آگاهی بیشتر بده. بله. که ما تا چی اندازه از قرنطینه استفاده کردیم و ما این سوال از وزیر صحت شخصا کردم، او گفت که آنچه رو ما تثبیت کردیم در صورت مثبتش و در صورت عدم مثبتش، این نظر ما رو هم صحت طب جهانی در چند مملکت نام گرفت که اونا عین همی تست نهایی خود با تشخیص پیش خود نگاه داشتیم فرستادیم، نظر اوها ما نظر ما یک چیز بوده. یعنی اینجا میرسانه که اینمی بخش موضوع و اینمی بخش را برسانن به اذهان عامه که آنچه را که دکترهای ما در داخل افغانستان به یک نتیجه رسیدن امی نتیجه نتیجه مطلوب است. ایتو نیست که یک مرضی در یکی از ولایات سرطان تشخیص میشه میره به ولایت به کابل میه نیست، یا به کابل تشخیص میشه وقت به این میره نیست. امید تشخیصاتی که اینا تا حال داشتن از گفته وزیر صحت گپ میزنم که او گفت آنچه را ما تثبیت کردیم عین تثبیت ما را جهان تثبیت کرد. امید تشخیص ما هست، شما سر از اکتفا کنین به داخل شفاخانه بستیکیم از قرنطینه استفاده کنین و اگر به گپ به تست باشه تست نمو تکرارش هیچ قابلی. بله، بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب، ولی خلق لقرانتین او لروختون دوی تیخ تکوی خبرت صده ده هم یو شاید اکتنگ؟ زو فکر نکم صده شاید وی دیر فکر که صده با حقیقت ویس خلق واقعا تختی او یا قرنطین نمراته ای خود دو موضوع لک سره متفاوتی دی. البته دا بم د شایعاتو لوجی چې خلق مثلا د روختون په ویره کې دی، دا ډار بلری چې خدای خبر پر روختون کې کله چې قرنطین کې ګونو مخ سره به خدای خبر ډاکټران څه کوي. دو موضوع سره متفاوتی دی، یو د قرنطین موضوع دی، یو د تجرید یا جدا سازی موضوع ده. قرنطین خو خبر جدا ده، اما د تجرید موضوع څه په شفاخانو کې کیږي، روختونونو کې کیږي. یو څه د خلکو په ذهن کې دی، بار بار داسې فکر کوي چې ښه ده مرض تداوی نه لري، نو خی چېرته پروت یم شفاخانه کې، نو ولې باید شفاخانه کې اوسېږم؟ دغسې هم نه دی. په مجموع کې په انتاني ناروغیو کې موږ څلور ډوله تداویګانې لرو. داسې کله ویل کېږي چې تداوی نه لري هدف یې دا نه دی چې هېڅ هم نشته، هغسې نه ده. مانا یې دا ده چې د دې سببي تداوی نشته، هغه تداوي چې د ویروس مخامخ له منځه یوسي دغه تداوی نشته. اما نور تداوی ډېرې دي، منګه رازی تدوی لرو، منګه حمایتی تدوی لرو چې کله کوم ارګان زوبلیږي یا غیما یکو، منګه تقویتی تدویګان لرو چې دغه شرایط پښت یوازې په شفاخانه کې مؤثر دي. او بل ډیره غټه موضوع دا ده چې کچیرې د کرونا باندې مصاب او اخته ناروغ وضعیت خرابیږي، زر تر زره باید دغه سره پرمختللي کومکونه وسی. دغه لپاره ډیر زمان پلاس کین لري، نو که چیرې د شفاخانه کې اوسېږي هغه ځای کې چې دی جدا سوی له نورو خلکو نه اوسېږي، یقینا د ته به کومکونه په زمان کې کیږي. او که چیرې دی تښتي، دوه مشکله پیدا کوي، یو دی چې ځان له کومکونو نه محروموي، او له بلې خوا ده سره خو ثابته دی چې دا مرضي ورسره شته، دا لیږ دی خپل کور ته، د یو په ځای دوه، د دوه په ځای څلور او شپږ او غټ ضریب پیدا کوي او خلک مخته کیږي. نو په دواړو صورتو کې خلک باید دا کار وکړي چې راحتي کې غیر له خو د ټوله دنیا فیصله اوس هم دغه ده، ټوله دنیا فیصله هم ده. یوه فیصله ده چې قرنطین
او تجرید او جداسازی د خلکو دغه لار د نور هر هغه څه چې نور شته کې دلته هم کېږي په تفاوت دی چې شاید موږ ته د وسایل کم لرو او هغه هم زه خلکو ته غواړم ووایم چې ډېر تشویش مه کوئ. هغه ځایو کې چې ډېر پرمختللي ماشینونه هم دوی لري، هغه ماشین چې مصنوعي تنفس ورکوي متاسفانه پایلې یې ډېرې ښې نه دي. د هغه لپاره نو همدومره امکانات چې موږ ته فراهم دي او امیدواره یم چې له دې به نور هم ښه سي زموږ وضعیت په همدې بسنده وکړي، ډار له ځانه ایسته کړي او څه څوک توسه کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو څه چې د عامې روغتیا وزارت او تاسې ډاکټرانو ورباندې ټینګار کوئ، هغه په ورځ کې څو ځلې په صابون او پاکو اوبو د لاسونو مینځل دي. موږ هم د همدغه خبرې اهمیت ته په کتو د خپل سټوډیو په زړه کې کوزه او چلمچي سره له صابونه ایښې ده، تر څو د عامې روغتیا وزارت په خبره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګام همدا ده چې په ورځ کې بار بار په صابون او پاکو اوبو لاسونه ومینځل سي. اوس به هم بلې پوښتنې ته لاړ شو. زما نوم شعیب غروال دی، د کونړ اوسیدونکی یم. د کورونا په اړه بیلابیلې خبرې کیږي، ځینې وایي دا د امریکا ډیزاین کړی وایرس دی، ځینې وایي دا چین ډیزاین کړی وایرس دی. نو خلکو سره دغه یو تشویش دی چې دا یو د ځانه جوړ شوی وایرس دی. نو زما پوښتنه دا ده که رښتیا هم دغه یو افواه وي او یا خلک داسې فکر کوي چې دا افواه ده، نو د دې نه وروسته عواقب به څه وي؟ یوه بله پوښتنه هم راخلو. راضیه موسوی هستم از بلخ و سوال مشخص من این استش که حالان که در وضعیت بحرانی به سر میبریم و تمام مردم در مورد کووید 19 صحبت میکنن، یکی دانسته و دیگری ندانسته، متاسفانه شایعاتی پخش میشه که روان مردم را آزرده میسازه. میخوایم بپرسم از شما و بدانم که شما به خاطر از اینکه مردم بین شایعه و حقیقت بتونن یک تفکیک خوب داشته باشن چه راهکارهایی را دارین؟ بله ډاکټر صاحب، واقعا خلک له کومې مرجې نه سم ناسم تفکیک وکړي او پوه سي چې شایع کومه خبره شایع ده او کومه خبره سمه ده. ما در طبابت امروزی کل ما یک نظر داریم که طبابت امروزی به اساس شواهد صورت میگیره. تا دیروز یک دوا موثر بوده، امروز میان به ارتباط از او ارقام جمع میکنن و سر از تحقیق صورت میگیره. گپ دیروز امروز کس قبول نمیکنه، یعنی شواهد قوی برای قبول و یا رد یک چیز باید وجود داشته باشه، که از این خاطر میگیم ما که اویدنس بیز میدیسن یا طبابت بر اساس شواهد. میمونه موضوع ای که کجا را قبول کنیم و کجا را قبول نکنیم. دقیقا مراجع معتبر ملی و بین‌المللی جایز که ما فرمایشات از او را باید قبول کنیم. در کشور ما بهترین مرجع وزارت صحت عامه ماست که با تمام دنیا من جمله با سازمان صحی جهان که در رأس کنترل از مرضی در سطح دنیا قرار داره وصل است، معلومات های جدید به دسترسشان قرار میگیره، جامعه طبی افغانستان هم معلومات جدید تعقیب میکنه. بنابراین در سطح کشور بهترین مرجع مرجعی که قابل اعتماد است وزارت صحت عامه کشور است و شماره تماس وزارت صحت عامه 166 هم میتونیم که بله. از این طریق و همونطور مراجع مطمئن بین‌المللی هر آن چیزی که در وسایل ارتباط جمعی پخش میشه قابل تعقیب نیست و شاید زیاد از او اهداف دیگر تعقیب میکنه یا ایست که با هم شاید یک شایع بیش نیست. بله حنفی صاحب، طریق ځای چې تاسو له خپلو معکلینو او خلکو سره پی ارتباط کی، تاسو فکر کوئ چې اوس په کلیو کې خلک څنګه کولی سي چې دغه سم او ناسم باورونه او شایعات له یو بل نه بیل کی؟ هغه مرجع څه ده د معلوماتو مرجع په کلیو کې؟ به این راستا دکتر صاحبا کار خود بکنن و نظرات خود بدن و مرجع در کل من حیث یک اصل اسلامی و پذیرفته شده فقهای جهان اسلام از اول تا آخر همیست که در طب نظر طبیب است و در این راستا وزارت صحت ما که پیشترم اشاره کردم که امور تشخیص کو کرده بخشای سی جهانی هم امور تایید کرده. جمع صحبت ما دو جمله هست، چیز فهمای کشور در بود صحت و در بود علم فقهی هر دو صحبت ها را هرچی بیشتر و بهتر از طریق رسانه های عمومی حتی جای پروپاگاندا هایی که در صفحات اجتماعی چای سیاه میتونه گپ بزنه و اگه پای دیگر میتونه گپ بزنه چرا ما نداشته باشیم؟ خلاصه دریچه را برای عام طوری باز کنید که تا جایی که شایعات میتونه کار بکنه
حقایق کار کنه. تشکر بسیار زیاد. بله پختنی تزو. اسمم محمد عظیم است. یکی از باشنده های ولایت من بلخ است و رسولی من بلخ است و فعلا در ولایت مزار شریف همینجا زندگی میکنم. و ما شما یک چیزی را متاسفانه خواهش میکنم که همی کرولا را شما برای ما تشخیص کنید که همی چی رقم یک چیز است که کلگی را به تشویش ساخته که هیچ کار و کسبی به کسی میسر نمیشه به تشویش کرولا. از شما جدا خواهش میکنم که از دکتر صاحبا، از دولت، از مردم ملت و رعیت که همین یک تشخیص کنه که کرولا چی است، چی رقم چیز است، چی رقم یعنی یک میکروب است. بله یو بله پختنم راخلو دکتر سه کلی ملا زاهدیم در کندهار ولایت چی پونزی دریم کال محصیلیم در ویروس پاره چمون مکم معلومات کردی دی دیر سره انتقال ویدیم کردی او دیر باید خلق جلدی و نیسی خواه تا پشار که بخیب کندهار ولایت چارواکو بخیب پسخان جلین جور کردی په مسخرو کې راولي د شپې کرنټین ماتې ټول خلک لکه میله ځای داسې ترې جوړ کړی دی په شوق راوځي خلک بازار ته اما د ورځې کرنټین دا څه فکر کوي دا وایي چارواکي چې کرونا د شپې پیدیږي که څنګه. مننه ډاکټر صاحب که په لنډو ووایي اول دا چې کرونا او څنګه چې زموږ ګډونوال کرولا یې وویل دا څه ده او بل دا چې ایا واقعا د شپې له مخې کرونا ویده وي؟ تلفظ کول چې څوک ورته کرونا وایي څوک کرونا وایي اصلا خو دغه خپله ویروس لکه چې بار بار په تلویزیون و رسنیو کې هم لیدل کیږي دا یو رقم تاج لري د خپل شاوخوا تاج لري دغه تاج ته په لاتین کې ورته کراون وایي او په انګلیسي کراون ورته وایي او په لاتین کې کرونا ورته وایي چون دا ویروس شاوخوا یو تاج باندې شایسته یو حلقه لري دغه له خاطره دې ته کرونا لاتینی لفظ دی کرونا اصلا کرونا ویروس ته کرولا نه دی نو ښه نور به زما خیال د دوی په درد نه خوري خو همدوز دا لفظ اصلاح کړو دغه دی او دغه د طب د محصل قرنطین په پام کې نیوال او دا فکر کول چې کرونا ویروس به د شپې لخوا ویده وي او موږ کولی شو چې ازادانه بیا چې دوی ویل د قرنطین د شپې لخوا ماتیږي ښه ویروس خپل ثابت انتشار لري په هر وخت کې قابل د انتقال و انتشار ده دې لپاره هېڅ کومه محدودیت د زمان نسته شپه ورځ په دې باندې کوم اثر نه لري دغه شی مونږ د جلال آباد په هکله اورېدلي وو مخکې د قندار په هکله دوی وویل په هر صورت په هر وخت کې مونږ مکلف یو چې دغه شرایط رعایت کړو زه خو وایم د شپې خطر ډېر دی د انتقال نظر ورځې ته نو په هر صورت ورځ شپه ډېر تاثیر کې نه لري په هر وخت کې مونږ مکلف یو چې هغه څه چې توصیه دی طبي توصیه دی هغه باید جدا مراعات کړو. بله حنفي صاحب ستاسو سپارښتنه څه ده هغه خلک چې داسې بې پروایي کوي او ځان او نور خلک خطر سره مواجه کوي هغوی ته ستاسو توصیه څه ده؟ او برادر ما گفت که بی پروایی میکنن این بی پروایی درست نیست وقت بری ما دکتر میگه که تو همی تابلتر ای را صبح بخور ای را چاش بخور ای را شام بخور اگه من مجموعی همی تابلتا را یک دفعه بخورم باعث قتل خودم شدیم کاملا و یه شربت داده که شما از این شربت یک قاشق باز چی وقت یک قاشق چی وقت یک قاشق اگه همه ایره جمع کنم یک مرتبه قرار سرکشم و بنوشم و باعث مرگم میشه اینجا هست که ما در مسائل در مجموع آنچنا که نمیفهمیم بعد از الفنش بگیریم و اینجا الفن وقتی که به ما نظر میدن که شما این کار رو بکنین باید بکنین اینجا هم ما وقتی بی‌پروایی میکنیم یعنی نظر اهل فن رو نمیپذیریم مثل از این میشه که من رانندگی موتر یاد ندانم پشت موتر راننده قرار میشینم اشترینگ گرفته از می اول تا آخر هر چه آدم کشتم خودم قاتل هستم و کسی که من تجویزم داده که تو برو رانندگی کو هم داری گناه شد بله تشکر بسیار زیاد دو پختن پل پسی رخلو
به نام خدا رضی یحیی زاده هستم، فعال مدنی در ولایت هرات. شماری از مردم برای آزمایش کرونا مراجعه میکنن و یا از نفوذ زورمندان و یا برخی مسئولان حکومتی که اقارب خود به گونه گروهی برای تست میارن و تیم‌های سریع مصروف میکنن. کسانی که وضعیت صحی خوبی ندارن متاسفانه گاهی ساعت‌ها منتظر میشن تا نتایج آزمایششون بیایه و یا اینکه بدون آزمایش دوباره به خانه‌های خود برمیگردن. چه راهکاری به خاطر جلوگیری از این تبعیض‌ها شما روی کار دارین؟ یا و بالا پختن هم راخلو؟ برام خدا اسمت سویل هستم، باشنده ولایت بادغیس. در ولایت بادغیس زمانی که سمپل های بیماران مشکوک کرونایی به ولایت هرات روان میشه، پس از 10 الی 15 روز مشخص میشه که مثبت است منفی. چرا وزارت صحت کشور روی این مشکلات تمرکز نمیکنه؟ دکتر صاحب دو پختن سره ورتم وی پلاپسی روختونونه کی دوی شکایتونه درو در ساسو جواب څه ده؟ د تست پاک له باید وایم چې تست امکانات په دنیا کې ډیر کم دي. تر اوسه پورې د دنیا ډیر ممالک نه دي قادر سوي په دې چې ټول هغه څوک چې شک پکې ټول هغه تست کی، یعنی شدید کمبود دې موجود ده. د دې لپاره جهاني ارقام د مرګ میر پورته راځي، د خاطر چې اصلي مخرج د کسر دنیا کې نه ده ثابت سوي څومره خلک مصاب دي، چون تستونه هر چیرته اویلیبل دي یا کمبود موجود ده. دغه لپاره دا ټول ځای کې دا مشکل سته، په افغانستان کې هم متاسفم داسته. ورو ورو زموږ ظرفیت پورته کیږي، لکه اوس څو مرکز لرو په هرات کې، کابل کې، قندار کې، مزار شریف کې، په جلال آباد کې، بله دغه په پکتیا کې مفته تاسو، پکتیا کې مفته تاسو، دغه ظرفیت به پورته کیږي. تمویل کوونکي مراجع هم طبعا یو دوه مرجع دي، دغه لپاره تس په اسانۍ نه ده. مونږ ته یو څه اوس ټول طبابات ور باندې موافقه کې هغه داده چې او دا حقیقت د دې حقیقت پر بنا دی چې کله چې یو مرضي موجود دی یا اپیدمي د یو مرضي په یو جامعه کې سته، ټول ورته واقعات او کیسونه په اول کې هماغسې فکر کېږي لکه چې همدا مرضي وي، یا په اصطلاح هماغه مرضي باندې سړی چې عام دی تشخیص هماغه ور باندې کېښودل کېږي. لغه وروسته بیا تفکیک طبعا په معایناتو باندې تفکیک کېږي. اوس خو پریکړه دا دی چې مونږ بدون چې تثبیت سوي هم وي کلینیکي باید برخورد وکړو. د دوی په بستر کولو کې، د دوی په رخصت کولو کې هم د دې لپاره بین المللي راهنما سته چې په چا باندې نوم د دې مریض کېدو، په کومو شرایطو باندې بیرته رخصت کړو، حتی که تست یې هم نه یې کړی. نو بناً د تست موضوع مخصوصا هغه وخت چې دا مرض بیخي زیات کېږي ډیر شاید ګټور نه وي، او کوم خاص تغییر ممکن نه راولي. خو دا مشکل لري، دا مشکل لري که دا ویروس دی که بل ویروس دی، که دا ناروغي ده که بله میکروبي او یو ساري ناروغي ده، عین شرایط غواړي، قرنطین غواړي، تجدید غواړي، جدا کېدل غواړي. نو ولی دا شرایط نه مراد وي، یعنی تست مونږ ډیر مشکل نه سي کولای. یعنی تر ټولو مهمه دا ده چې د قرنطین شرایط باید په قرنطین شرایط باید مراد کړو، که واره مریضي باید رعایت کړو. او اوس ټوله دنیا مکلفه ده یا مجبوره سوې چې ډېر کلینیکي برخورد وکړي تر لابراتواري برخورد. بلې پوښتنې ته ورځو. نوم یې پلوشه رڼا ده، د خوست شهزاد پوهنتون د جندر مدیر یم. په کورونو کې هغه خویندې چې دي، هغه ورونه چې قرنطین شوي دي، دوی ته باید د عام روغتیا وزارت څخه داسې یو لارښوونه باید په لار واچول شي چې دوی په کور کې، یعنی څه ډول خواړه وخوري، کوم خواړه وخوري، څه باید وکړي، کوم نظافت باید وساتل شي، ځکه په کور کې هم ډېر ضرورتونه دي چې یعنی هغه ورونه چې په کور کې قرنطین دي، خویندې ټولې باید د ډېر د نظافت څخه یعنی کار واخیستل شي، د خوړو د خپل خوړو ځای، د خپل کیناستي ځای، د خپل بسترې. بله ډاکټر صاحب، که په لنډوي ووایي چې په کور کې د قرنطین پر مهال خصوصا د نظافت په برخه کې باید کوم ټکي په پام کې ونیول سي؟ په لنډه زه غواړم ووایم چې شرایط هماغه شرایط دي، فقط ځان باید وساتو. ام مریض چې مریض دی، هغه باید کوشش وکړي چې دا ویروس بیرون نور خلک ته پخش نه کړي،
لکه دی ماسک استفاده ده او پارت لاس نوهل دی او اگه وقتی پیوت چی لاس ول سی دیگه لاسونه مطمئنه سی و سی پاکڑی دستی پو بو صابون بانده منزلی لگه نباد که دیست چی بانده تماسوزی دیگه کوتا باید جلاوی که امکانو لری جلا تشناب نباید استفاده وکی او نور خلق چی اگه تنزدی که گی یا ارت خدمت که یا پالن نکی پا کور که دیگه رو پارم دا ضرورت دی چی ام دا دو قایده چه دی خلی و پوزی پتول دی پا ولو که دا پا کورانی ماسک بندی بی او یا دا کتیبی ماسک داری پا اغا لاسون و زرزر منزل او اغا هر اغا شاید چه مریض سره تماس کرده اغا دست فکر رو که چه دا پا ویروس که کرد دی جلای پریمینزی، خی پریمینزی، دقیق پریمینزی او بر تل مرد که دی استفاده زنو که چه ویروس لمنزل آرسی پا دیر تودو ببند پریمینزل سی دیر خاطر چه ویروس دی جیگ حرارت درجه نسی تعمل آوره او لمنزل زی دا قیده دی مراد که او نور اغا عام نظافت چه هر کلی مراد او اغا طبعا خوندی تو رومنزده که گتاور ده چه هر کلمه مراد کو د خړو پاکل سره څه نه و خړو خرو کوم خړو نه ډیر استفاده کو دا ډیر ډیر اړینه خبره ده مهمه خبره ده خه خړو هغه دي چې په هغه کې ټول شیان څنګه د خړو توکي دي یا د خړو مختلف صنفونه دي هغه په نظر کې ونیسو لکه پروتین موادن استفاده له قندی موادن استفاده لگ محدود ده خو پر صورت دیگه استفاده هم دست دی غرن استفاده دی میون استفاده دی سبزی و ترکاری استفاده دغه سی یو خواړه جامعه خوړل بلل کیږي البته قندی مواد په دې مریضی که متاسفانه ډیر نه توصیه کیږي یعنی خنه ده مخصنه څوک چې لږ وزن زیات دی یا د قند مشکل لري غو دې احتیاط کوي خو که راسو پروتینی مواد تا خلق پیگی چه یا غنباتی منشاری لکه اوباباتون رازی یا حیوان منشاری ری غاخی شده یا ده شده نچست جوری گی ده غشه هم ده غسی مختلف میوی مختلف سبزیجات یعنی دکتر سب لبنیات و میوی او ترکاری دا باید و خورن سی دی رضیت هم مننه خاص غذا چه ده غنو غذا استفاده و که اگر درست نده کل کل توسعه کیگز دغه ډیر اخرى غسر توابت موافق بلی. نده ډیر زیات مننه حنفی صاحب در جریان قرنطینه گزارش ها مبنی بر افزایش خشونت فامیلی هم داداشته خب آل چطور امکان داره که زیر یک سقف همه بدون خشونت فامیلی و بدون فشار روانی دوره همی قرنطینه سپری کنند حال به خانه هر کس رسانه ها بخش مکتوبات موجود است و مسئول کننده است تقاضا ما هست که وزارت صحت در این راستا یک بخش عمومی داشته باشه که جلب توجه کنه و همه مردم نسبت به قضیه عام و مشهود سر نوی قضایی و نوی نشستن و خیستن نوی مجالس و اجتماع نوی بازار رفتن تمامی بخشان تشریح کنه و یک بخش هم حضرات علمای ما در راستا گپ داشته باشن و یکی هم خود رئیس خانواده تقسیم وظایف داشته باشه با طفلها یک بخش تقسیم کار بده با کلانترها بده تقسیم کار بده دیگه تقسیم کار بده که این تقسیم کار وقتی آدم مصروف کار بود و کارار انجام میداد اوتومات وقت فارغی نداره که او خسته روحی شود ما اگه هر چیز جبران داره اما گذشته وقت جبران نداره نمیتونه میره جبران کرد تقسیم وظایف کنن کلان خانواده و برین بخش های مختلفش جمع صحبت ما دو جمله هست یک اول حکومت یک حکمت ایجاد کنه وزارت صحت کارش وزارت تعلیم تربیه کارش وزارت تعلیم تربیه که وقت ضایع شدن علوم علمی است در مجموع وزارت تحصیلات تلویزیون ها رو مملوک کنن برای بخش های و برای نسل جوان ما که تعلیم خود بیارن و چی نشود دست نره همه دو طفلکا هم در بخش معارف هم در بخش تحصیلات جوانا و ساعت درسی داشته باشن و ساعت مطالعه و ساعت بخشای کاری و ما هم که در خانه هستیم ما هم مصرفتا رو ایجاد کنیم وقتی همه ما مصروف بودیم اوتومات وقت باقی نمیمانه که اونجا ما چی داشته خسته میشیم وقت خسته شدیم اوتومات برای از این که با هم دیگر کلام پایین والا گذنیم جدال کنیم قرار استراحت میشیم ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو د رواني فشارونو د کمښت په اړه څه سپارښتنه لري هغه هم د قرنطین په موده کې مولوي صاحب ښه فرمایشات درلوده
دغه څنګه زه وړم څو موضوع نور یې یاد کوم چې اصلا دا مشکل خو دینه پیدا کیږي چې مصروفیت لمنځه ځي. بله زه وړم چې وایم عبادت یو لږ ښه شیان د سړی کولی شي، روانه هم تسلیت ورکوي، یو مقدار توکل پیدا کیږي انسان ته. دغه څنګه مطالعه ډیر کله شاید موږ دارمان درلود چې یو وخت پیدا کوم چې فلان کتاب ووایم اوس ښه موقع ده چې وی کو دا کار. سپورت یو اړین شی ده که ډیر امکانات نه درو د خل آزاد حرکات کولی شو چې اجرا کو، کشي حرکات کېدی شي اجرا کو. همدغسې بعضې خانگی کورنۍ بازیګان دي کېدی شي اجرا کو. نه مهم وخت دې لپاره ده چې کورنۍ که اړیکې سره ښې سي، نه ده چې تاوتریخوالی ډیر سي. کېدی شي فلم وګورو، کېدی شي دوستانو سره تلیفوني اړیکې وساتو، ویډیوي اړیکې د خپل ملګرو دوستانو سره وساتو، کېدی شي بعضې نور مهارتونه زده کړو. لکه موږ ځوانان یو، هلکان یو، نجونې یو، هر څوک یو، نیاز دې ته ده چې وخت کې شاید ضرورت سي اشپزي ته مخه کړو، کېدای ښه فرصت دی چې کومک وکړو، هم کورنۍ سره او هم دا سکیل دا مهارت زده کړو. دغسې نور شیان هم کېدای سي زده کړو چې خلک مصروفه سي او له روحي فشارونه ورباندې کم سي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ یو تقسیم اوقات ولرو، دغه ټول شیان د یو تقسیم اوقات پر اساس باندې دغه کړو. خو لږ نه زیات یو بل شی هم زه غواړم ووایم، هغه دا ده چې سمارټ فونونو سهولتونه هم پیدا کړي، مشکلات هم پیدا کړي. ډېر کله مخصوصا زموږ ځوانه طبقه له سمارټ فون سره مصروفه ده، اکثرا اجتماعي سایتونه ګوري، او دا باعث دی کېږي چې دوی کافي اندازه استراحت ونه کړي. زما جدا توصیه دا دی چې حداقل 8 ساعته پرله پسې دوامدار استراحت ضرور دی. دا هم یو اړین شی دی چې نور شم څنګه استراحت ته موږ باید خپل وخت ورکړو. ډېره زیاته مننه. د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته به لاړ شو. زما نوم عبدالجلیل د ننګرهار ولایت د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکی. لکه څنګه چې افغانستان ته کرونا یا د وبا مرض راغلی دی، ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او خلک په کورو کې قرنطین دي. پخوا خو به یې د ورځې ګټله او د شپې به یې خوړله. که چیرته دا حالات همداسې دوام ولري، نو خلک د وبا یا د کرونا له وجې مړه نه شي، نو د لږې لاسه به مړه شي. زما پوښتنه دا ده چې حکومت د دې دپاره کومه برنامه لري او که نه؟ بله حنفی صاحب، باز هم ترس و دلخورگی در مورد قرنطینه و همچنان دور بودن از کار روزگار است. مسئله فقر و بیچارگی هم مطرح شده. در چنین شرایط چی باید کرد؟ ما در واقع از این کرونایی که فعلا در حالت وقایش گپ داریم و تداویش گپ داریم، مسائل بعدیش عمده است. اقتصاد یک دفعه توقف کرد، ای جبرانش و ای مریض صحتش به یک روز دو روز نمیشه. مرگ اقتصادی مرگی است که قابل جبران برای 30 سال است. یک درخت وقتی که او از بین میره خشک میشه، 20 سال تا میشه یک درخت، 10 سال میشه یک درخت، بسیار عاجل کنیم 4 سال میشه یک درخت. بینن در رابطه مسائل اقتصادی ما در ساعت امتیازی و هم شدیدن گم زدیم، به واسطه نماینده حکومت خواسته بودیم به وحید و مرامت. من اینجا سه طرح دارم. اهل خیری که اهل خیرند و تشکر که در هراتی کار شده، لکها دلار اهل خیر بانک قضایی ساختند. هر یکی از تاجرها 6000، 5000، 4000 از وکلا این شکل تا 4-5-6000 خانواده را زیر پوشش قرار دادند. اقلا یک بوجی گندم، یک بوجی برین، یک تیم روغن توزیع کردن و می حال هم ادامه داره و حکومت هم در این راستا از او تقاضا کردیم که این راستا این کار رو بکنه و اگه این کار نکنه این مسائل روزمره. اما مسائل بعدی چی؟ طرح دیگه هم به ارتباط داریم که اهل خیر همی زکات های خود برای یک سال که فریضه است میپردازن، دو سه سال، چهار سال، پنج سال پیش را هم بپردازن. و یک جواز شرعی است، اما همین جواز شرعی در این شرایط فعلی اکد بر این میشه که چون باعث مرگ مردم است، اینجا از مرگ یک خانواده را میکشند. بینان فریضه را انجام میدن، یک فریضه دیگه هم انجام میشه که در واقع حیات یک فامیل یا خانواده است. تشکر انفی صاحب، بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب که پلندوی را تو ووایی دا چه دا بحیر خوب دیر وقت سی او خلق امدید اندیخمن دی او دا فکر که چه دا بحیر بدیر وقت دی، آیا چه زیر ایستا لده حالات بوزو؟ خوشبختانه بو تیبی نرهی پر دیر بیر کار که پر دیر سرعت کار که سی دی مریضی لپارا پاول قدم که دوا او دوام قدم که واکسین جوړ کی ورته. په هر صورت
فکر نکی چې د یوې میاشتې دوه میاشتو موضوعي لیونه تر د کاروبار له وجې نه خلک ډېر اندېښمن دي وایي موږ به بې وزلي ووژنې. عرض کوم عرض کوم دغه درته وایم چې د دې مړینه اوس ارقام داسې ښیي چې له یو نه تر دوه فیصدونه ډېره نه ده، یعنې په هر سلو کې یو تر دوه نفرو شاید خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه لپاره تر ټولو مهمه زموږ لپاره دا ده چې یو رواني ثبات دې ته پیدا کړو، یعنې دا وهم ایسته کړو. مونږ چون ښه زموږ اقتصاد له مخکې لا متاسفانه خراب و، 50% خلک له خط فقر چې ورته وایي له هغه نه ټیټ ژوند درلوده، اوس ډېر ژوبل شوي. خو مولوي صاحب ډېر ښه خبره وکړه، هغه دا ده چې یو بل ته باید لاس ورکړو. دغه د خیر او ښېګڼې وخت دی، دغه څنګ کې دولت هم کله کله حتما مونږ تاسې اورو چې دوی برنامې لري، پروګرامونه به وي، خو د خلکو مکلفیت دی چې یو بل سره لاس ورکړو، خپل همسایه خپل کلیوال وژغورو له دې حالته. دا به وي، خو پارس صاحب ډېر د نګرانۍ ځای هم نه دی، انشاءالله چې مشکل آرام آرام حل شي. مننه. آزاده جرګه هم دومره وه. په دې آزاده جرګه کې د افغانستان د نظامي تپانځي مشر ډاکټر ذبیح‌الله عزیزی او د افغانستان د پارلمان غړی قاضي نذیر حنفي له موږ سره ول. له تاسو دواړو نه مننه کوم، او په دې خپرونه کې له هغو ګډونوالو نه هم مننه کوم چې خپلې پوښتنې موږ ته رالیږلې وي. که چیرې تاسو هم غواړئ چې آزاده جرګه کې ستاسو پوښتنې وپوښتل سي، نو د 0 شمیرې له لارې خپلې پوښتنې موږ ته رالیږلی سي. دا آزاده جرګه ښه وخت، دا لا پامان.